درود بر همه شما، آرمین، بابک، من همیشه لایو شما رو تو یوتیوب میبینم. من آتئیست هستم و به نظر من آتئیسم به درد این میخوره که آدم شاد زندگی میکنه، آدم قصه جهنم رو نمیخوره که یه خدایی بیاد اونو بسوزونه، یه خدایی بیاد اونو عذاب بده تا بی نهایت، for eternity به قول انگلیسی ها. آدم شاده، از قید و بند دین آزاده، آدم میتونه مهربون باشه، چون مهربون باشه برای انسانیت، چون خدا میگه تو، یعنی خدای دین ها میگه تو خوبی کن برای من، به خاطر من عشق بورز به خاطر من. ولی اون عشقی رو مثلا یه دونه مسلمان نمیاد عشق بورزه به یه دونه یهودی، یا یه دونه یهودی نمیاد عشق بورزه به یه دونه مسیحی. نمیاد. الان من توی یک مسلمان نمیاد عشق بورزه به یهودی. من آرمی جان، من توی انگلستانم، همین دیروز توی لستر اسکوئر لندن یه گوشه از خیابون مسیحی داشت داد میزد که عیسی مسیح خداست، خدای اسلام بده. یه گوشه اون طرفی یه دونه مسلمان یه قرآن دستش بود، داشت فش میداد به چیزه، به مسیحی، میگفت خدای تو دروغه، الله واقعیه. خب اینا تو انتظار داری این دوتا چجوری به هم دیگه عشق بدن؟ مگه این دوتا تمام مسلمانان و تمام یهودیان و تمام مسیحیان بودن این دو نفر؟ تمام عزیز، توی همین توی قرآن، من قبلا مسلمان بودم، من قبلا قرآن رو بارها خوندم. جواب سوالای منو بده قبل از اینکه بری. ببین، تو میگی امکان نداره یک مسلمان عشق بورزه؟ امکان نداره. اون عشق وجود عشق واقعی نیست. این نظر شخصی منه. نظر شخصی خیلی تخمیه. اگه تو میخوای این همه مسلمان داریم، یکیشون نمیتونه به یهودی عشق بورزه؟ نه خیر، یه دونه مسلمان هیچ وقت نمیتونه به یه یهودی عشق بورزه. چرا نمیتونه؟ مسلمان باشه نمیتونه، دینش اجازه نمیده. خداش توی قرآنش گفته آیا تو مسلمان بودی درسته؟ بله من مسلمان بودم. موقعی که مسلمان بودی تا حالا در تمام مدتی که مسلمان بودی تا حالا کاری کردی که مثلا غیر اسلامی باشه؟ یه بار. بله. مثال خود ارضایی میکردم. خب پس خود عالی مثال خوبیه. خب تو مسلمان بودی و خود ارضایی میکردی، با اینکه خود ارضایی تو اسلام حرامه، درسته؟ توی اسلام از اوکی. خب پس الان خب مثال زدی که میشه نشون داد که همه مسلمان ها تمام کارهایی که تو اسلام باید بکنن رو لازم است انجام بدن، یعنی این مسلمان بوده. یه سوال دیگه، تو فکر میکنی زمانی که داشتی خود ارضایی میکردی در اون لحظه مسلمان بودی یا نبودی؟ در اون لحظه باور داشتم که الله خدای کائنات هست. بله. اوکی. پس شما میتونید اسلام رو رعایت نکنین، قوانین اسلام رو، ولی مسلمان نه، اون اون قوانین نیست، اون باوره. قانون توی اسلام میگه، توی قرآن الله میگه تو حق نداری باید مسیحی دوست باشی. ببین این حکم الله. حکم الله میگه جغ نزن. حکم الله میگه با یه مسیحی هم دوست نشو. خب با اینکه حکم الله بود که شما جغ نزنید، شما مسلمان موندی، داشتی جغ هم میزدی. پس میشه یک مسلمان یک عاشق یک یهودی هم بشه و مسلمان هم بمونه به همون شکل، درسته؟ نمیشه. میکشتش. کی میکشتش؟ شما چجوری جغ زدی؟ شما چجوری جغ زدی؟ من جغ زدم، دوست داشتم، راست میکرد. اوکی. ولی مسلمان موندی، یعنی الله هم نمیاد جلوتو بگیره، درسته؟ نه الله نمیومد. این فرقش چیه؟ فرق این دوتا چیه؟ چرا تو وقتی چرا تونستی اسلام رو رعایت نکنی و مسلمان بمونی و این مسلمانه نتونست به یهودی عشق نمیتونه به یهودی عشق ببرزه؟ در همون ببین، نخیر نمیتونه، باید الله رو کنار بذاره بعد میتونه بهش عشق ببرزه. خب چه فرقش چیه؟ تو چجوری تونستی الله رو نذاری کنار ولی جغت رو بزنی؟ الله تو نگرداشی جغت هم زدی. آقا جان شما حرف من رو اصلا میفهمی؟ میگم اون یک باوره، ولی این یک حکم الهیه. چجوری مثلا یه حکم الهی رو مسلمان زیر پا بذاره دیگه مسلمان نیست؟ کدومش حکم؟ آقا حکم الهی نیست که جغ نزنید؟ این حکم الهی نیست؟ نه خیر، توی هیچ جای اسلام نگفته جغ زدن حکم الهیه. توی باورها به وجود اومده که شما اگه خود ارضایی بکنی میری جهنم، درسته؟ ولی هیچ جای قرآن نیومده بگه الله بگه خود ارضایی نکن. ولی الله گفته سر ببر، الله گفته دست و پاشونو قطع بکن، الله گفته خودشو بکش زنشو بگیر.
چجوری تو انتظار داری از یک مسلمان که بیاد حمله بکنه به یک کشور مثل ایران؟ اوکی اوکی، من مثلا یک زرتشتی رو بکشه زنش رو بگیره، شما بهش میگی عشق ورزی؟ بله، من مسلمان دیدم که اصلا همسرش یهودی بود، حالا این چیکار کنیم؟ عاشق هم دیگه هم بودم. نه این بر طبق آیات قرآن این واقعی، این دروغه، این یه اسلام انگلیسیه. من اینجا مسلمان میبینم، دختر مسلمان باشا. تو همین لندن میبینم، لخته، الکل هم میخوره ولی میگه گوشت و خوک نمیخورم، این یعنی چی؟ هایی میگه شما میگه این شخص مسلمان نیست؟ نه این یک اسلام انگلیسیه. نه من اسلام نگفتم، اسلام عربستان نیست. اسلام شما فکر کنم فرق بین اسلام و مسلمان رو متوجه نیستید. خب من نگفتم آیا اسلام اینو در میگه یا نمیگه، من گفتم این شخص آیا مسلمان هست یا نیست. کسی مسلمونه که باور داشته باشه الله خدای کائنات هستش و این الله یه دستوراتی میده که من باید اجرا بکنم، این الله میگه دست و پا قطع کن، من باید قطع کنم، اگه نکنم مسلمون نیستم. آیا ممکنه به این فرض که مثلا من یه مسلمونم، فرض کن من یه شخصی ام که میگم الله خب خداست، محمد هم پیغمبرشه، به قیامت و به بهشت جهنم هم اعتقاد دارم، میگم قرآن هم کتاب خدا هم هست، ولی خیلی مثلا کسخلم و برداشتم از قرآن اینه که این چیزایی که تو میگی رو توش ننوشته، یه چیز دیگه نوشته. خب مثلا این که مثلا میگم باید مسلمان رو، باید یهودی ها رو مثلا چه میدونم این کاری که تو میگی باشون بکنین رو هیچش نگفتم چیز. اتفاقا گفته، اتفاقا خیلی کتاب خیلی خوبی هم هست، گفته با یهودی هم دوست باشین، مراقبشون باشین، ازشون نگهداری بکنین. برداشت من از قرآن اینه. خب برداشت من مثلا فرض کنم کاملا اشتباهه. خب آیا این شخص مسلمان نیست از نظر تو؟ نه خیر، شخصی مسلمانه که اون چیزی که الله گفته رو اجرا بکنه. آقا نه ببین تعریف دعوت شد، تعریف دعوت شد، گفتی تعریف مسلمان کسی که باور داشته باشه که اینا قرآن داشته باشه که اون قرآن واقعیه و من باید اجراش بکنم، باید اجراش کنم، اجرا کردنش. ولی اگه باش الان... اجرا... باید نه با... پس باید باور داشته باشه که باید این قرآن اجرا بکنه بر تعریف تو، ولی اگه تفسیرش از اینکه این چیزی که باید اجرا بکنه چی هست فرق داشته باشه با تو میگی به خاطر اینکه تفسیرش فرق میکنه مسلمان دیگه نیست. آقا جان این چیزی که کلام واقعیه من یه تفسیر ازش داشته باشم توی تفسیر، چجوری ما میتونیم بگیم این کلام خداست؟ خب نه کسخلن دیگه، من میگم بله کسخلن، ولی خب تصورش مثلا من میگم مثلا میگم آقا الله گفته، به فرض میگم الله گفته اشکال نداره با مسیحی رفیق شون، خب کجا گفته؟ توی قرآن گفته. ولی شما میگی آقا حمزه تو داری اشتباه میکنی، توی قرآن گفته آقا با مسیحی رفیق نشید. خب این یعنی این چجوری ما میتونیم بگیم این کلام خدایی؟ بله قبول دارم، من که نگفتم کلام خدایی نیست، کتاب خیلی مزخرفی هم هست، قبول دارم. خب اونا باور دارن، من که نمیدم به تو بگم قرآن کتاب دور خوبیه. خب من دارم میگم یه کسی که با قرآن اعتقاد داره که این کلام خداست ولی برداشتش با تو فرق داره، تو بر اساس تعریف خودت از اینکه کی مسلمانه، این شخص هم هنوز مسلمانه از نظر شما. من نه دیگه، گفتی کسی، تو به من گفتی که کسی که باور داره از نظر که... من یک چارچوب درست کردم، از اون چارچوب دارم نگاه میکنم، کسی که اون چیزا رو داشته باشه مسلمونه، اون چیزا رو انجام بده مسلمونه. آها. اون چیزا رو هم پس شما تعریف تو از مسلمان فرق داره با بقیه. تو میگی که کسی که باید اجرا بکنه قوانین اسلام رو اونجوری که شما تشخیص میدید. دقیقاً. آها. اوکی. خب این تعریف، این چیزی که تعریف شما از مسلمان تعریفی نیست که رواج داره. خب تعریفی که رواج داره از مسلمان کسانی هستن که اولا به خودشون میگن مسلمان و بعدش هم این که به خدا، به الله اعتقاد دارن و میگن محمد پیغمبر خداست و به قیامت هم اعتقاد دارن و قرآن هم میگن کلام خداست. خب این که حالا برداشتشون از این کلام خدا چی هست قسمتی از تعریف مسلمان نیست. حالا اگه تعریف مسلمان از شما، تعریف شما این هست که، یعنی شما یه تعریف خودتون رو دارین که کی مسلمانه، بر اساس تعریف شما فقط داعشی ها با اینا شاید مسلمان بشن، یعنی جمعیت مسلمان ها به شدت کاهش پیدا میکنه اگه تعریف شما. زدی تو خواهد، من از یه خانواده میام که پدرم آخوند سنی مذهبه. خب الان هم توی استان کردستان ملاست پدر من. خب من یه تو خانواده بزرگ شدم که کلا با این افکار، یعنی من از اسلام واقعی، چون خودت میدونی اسلام واقعی اسلام داعشه،
حتی بله بله. ولی تعریف شما تعریف کاربرد نداره. من قبول دارم که اسلام واقعی همون اسلام داعشی هاست خب، ولی ما به مسلمان به کسانی نمیگیم که فقط اون اسلام رو رعایت میکنن. من تعریفی که معمولا تمام دنیا دارن از مسلمان یه جامعه خیلی بزرگتریه از داعشی ها، یعنی خیلی مثلا یه چیز حدود 2 میلیارد نفرن. این چیزی که تو تعریفت میکنی تعریفی نیست که روش. آرمین بر اساس اون تعریفی که ما، یعنی منی که توی گذشته برداشتم، بر اساس مثلا حتی یک نفر بگه من مسلمونم، نماز نخونه، نماز رو اجرا نکنه یا روزه نگیره، مسلمون نیست. خب بله، این تعریف شما تعریفیه که تعریف تخمیه. من میتونم وقتی دارم وقتی خب با شما تعریف واقعی اسلامینه دوست عزیز. نه اسلام رو نمیگیم. شما فکر کنید میذاره کسخالی. ما داریم در مورد مسلمان صحبت میکنیم. من قبول دارم تعریف اسلام، فکر کنم تعریف اسلام من با شما یکی باشه. ما داریم در مورد تعریف مسلمان صحبت میکنیم، نه در مورد تعریف اسلام. آیا شما متوجه هستید؟ یعنی که متمایز جدا میشه، یعنی این دوتا از نظر شما فرق میکنن، درسته؟ مسلمان با اسلام فرق میکنه. بله معلومه که فرق میکنه. مسلمان با اسلام این یک اولین چیزه... باریه که این چیزو میشنوم از یک آتئیست هم میشنوم. این خیلی به دور از عقله. اسلام یک عقیده است، مسلمان یک شخصه. شما فکر کنید مسلمان و اسلام نه من اینو باور نمیکنم. باور نمیکنم. خب برو چیکار کنم.